سلام بچه ها وقتتون بخیر به امروز میخوام شما رو راهنمایی بکنم تا اشتباهی که من چند سال پیش انجام دادم رو انجام ندین چند سال پیش وقتی که من میخواستم یه وبسایت را بندازم خب نمیدونستم که دقیقا چطور باید اسم انتخاب بکنم یا مثلا اگر میخواستم پیج را بندازم نمیدونستم که چطور آیدیش انتخاب بکنم باید اسم اسمی انتخاب میکردم که کوتاهتر باشه و راحتتر توی ذهن طرف بمونه من میخواستم این ویدیو رو زودتر درست بکنم و بذارم اینجا ولی خب ترجیح دادم که یه مقدار مطالعه بیشتر بکنم که بتونم اطلاع اطلاعات به شما بدم اگر اسمی که برای وبسایت یا کاری که میخواین را بندازین اسم خوبی باشه و راحت تر توی ذهن طرف بمونه مسلما پول خیلی کمتری رو بابت تبلیغات هزینه می‌کنین. قبل از اینکه بخوایم یه اسم انتخاب بکنیم باید انواع اسما رو بدونیم و یاد بگیریم که هر اسم توی چه دسته قرار می‌گیره اسم ها به هفت دسته تقسیم میشن اسامی ناشناس، توصیفی، مخفف، اشاره‌ای، بسری، خارجی و چکیده بیایم به صورت خلاصه یاد بگیریم که این اسم چجوری و چند تا مثال بهتون بگم که چه برندهایی از چه نوع اسمایی استفاده کردن دسته اول اسامی ناشناسن اسامی که ما تا حالا رو نشنیدیم و برامون غریبا و اگر تو گوگل سرچ بکنیم معنی خاصی واسهشون پیدا نمیکنیم مثل اسم پونیشا مثل اسم اسپارت اینا برندهای ایرانی که از این اسم انتخاب استفاده کردن اسم اسامی که خود صاحب کسب و کار همینجوری اسمی واسه خودش درست کرده و چون اون اسم حالت نوشتنش قشنگ بوده این اسمو برای کسب و کارش استفاده کرده دسته دوم اسامی توصیفی هن. اسامی که شما با خوندن اسمشون میتونید متوجه بشین موضوع فعالیت اون کسب چیه؟ مثل نوین چرم، مثل مستر بلیت، مثل سسود جابز شما همین اسما رو که بخونین میتونین حدس بزنین موضوع فعالیت اون کسب و کار چیه دسته سوم اسامی مخففن اسامی که اسمشون بلند بوده ولی خب اومدن با قرار دادن حروف اول هر جمله اون اسم شرکت یا اسم اون حالا برند یه اسم کوچیک ساختن و اون شده اسم برندشون مثلا شرکت توسکا توسکا مخفف توسعه کسب و کارهای ایرانیه که اب روبیکا هم زیر مجموعه همین شرکته میرسیم به دسته چهارم دسته چهارم خودش باز به سه دسته تقسیم میشه دسته چهارم اسامی اشاره ای هست اسامی که اشاره دارن به یه اسمی که ممکنه توی فرهنگ لغت ما قرار گرفته باشه برای نمونه دسته اولش از اسامی واقعی استفاده میشه اسامی هستن که هیچ تقریب توشون به وجود نیومده و عینا اون کلمه به عنوان اسم اون برند انتخاب شده مثل آنتن، مثل دیوار، مثل شیپور، مثل آپارات اینا اسامی که هیچ تغییر توشون به وجود نیومده و همون اسمو از توی فرنگ لغت در آوردن و به عنوان اسم برند استفاده کردن خب البته پیدا کردن این اسم خیلی سخته شما باید برین فرنگ لغت رو کامل بخونی که یه همچین اسمی پیدا بکنین و ثبت کردن دامین و مثلا آیدیش توی شبکه های اجتماعی یه مقدار سخته دسته دوم از اسامی اشاره ای اسامی مرکب اسامی هستن که یه بخششون با معنیه یه بخشش دیگه شون میتونه بی معنی باشه مثل باسلام. مثل دارویاب اینا اسامیه که یه بخششون حالا اسمای وصلن مثل باسلام یا یه, یه قسمت دیگهشون شون مثل شفاجو میتونه با معنی و بی باشه یا ترکیبی از این دوتا اسمو به عنوان اسم برندشون انتخاب کردن دسته آخر از اسامی اشاره یعنی دسته سومشون اسامی خلق شدن ابداعی هن. و یه چیزی که اون صاحب کسب و کار برای برندش انتخاب کرده و میتونه کلا معنی باشه یا یه بخشش معنیدار باشه و یه بخش دیگرش ساختگی باشه نمونهش توی برندهای ایرانی میتونه سایت تلویبیون باشه که اسم تلویزیون رو خب اومده یکم پیچونده تبدیلش کرده به تلویبیون یا مثل آچاره اسم آچار یه ه انداخته آخرش یا مثل فیلیمو فیلم او این فیلیمو رو تبدیلش کرده به اسم برندش یه مقدار عوضش کرده شده اسم برندش ثبت کردن دامین شبکه های اجتماعی این اسم هم باز راحت تره ممکنه کسی به فکرش نرسیده باشه که یه اسمی به اسم مثلا تلویبیان ثبت کنه یا فیلیمو دسته پنجم اسامی بسریم شرکت آمازون اسم شرکت شا... آمازون آمازون اسم یه جنگله وقتی از اون طرف میپرسی آقا چرا اسم شرکت تو گذاشتی آمازون میگه من A تا Z رو میفروشم خب تو جنگل آمازون هر نوع جونوری پیدا میشه میگه توی کس و کار منم هر چی که بخوای پیدا میشه بعد میگه که یک چی من a تا z رو میفروشم باز a و z چون توی حروف اون کلمه ای آمازون هست تونسته از این استفاده بکنه برای اینکه یه تصویر سازی بکنه توی ذهن مخاطبش پس دسته پنجم اسامی بسری هن. اسامی هن که یه تصویر رو توی ذهن شما به وجود میارن مثلا شرکت رید بول، گاو سرخ خب این شرکت نوشیدنی های انرژیزا میفروشه این تصویر توی ذهن مخاطبش وجود میاره که وقتی شما از این استفاده بکنی عین یه گاو وحشی میتونی به همه چیز حمله بکنی میتونی به سراغ کارات و کارات سریعتر انجام بدی پس این تصویری که توی ذهن مخاطبش وجود میاره نمونه های ایرانی شم که میتونیم به اسم بلد اشاره بکنیم و اسم نشان مثلا اپ بلد که اپ مسیریابه میگه من همه چیزو بلدم هر جایی که هر جای تهران رو بخوای من بلدم یا مثلا اپ نشان میگه من هر جایی که بخوای رو بهت نشون میدم و این اسم رو به عنوان اسم برندش انتخاب کرده دسته ششم اسامی هن که خارجی هن. ما زبونمون فارسیه بعد می تو فرنگ لغتمون هر اسمی رو میگردیم پیدا نمی کنیم دامینش هم نمیتونیم ثبت بکنیم برای اینکه بتونیم یه اسمی پیدا بکنیم میریم یه اسمی انتخاب میکنیم که مثلا از یه کشور دیگه باشه کاله خب که توی کار م... محصولات لبنیه اسم کالل فرانسویه ولی برندش توی ایران فعالیت میکنه پس این هم یه نوع اسم شما میتونی استفاده بکنی برای وبسایتت یا برای کسب و کاری که میخوای را بندازی خب میرسیم به دسته آخر که دسته اسامی چکیده است اسامی که خیلی کوچولو اند ولی خوشگل هم خونده میشن هم نوشته میشن کلا هدف از انتخاب این نوع اسما اینه که سریعتر تو ذهن مخاطب جا بگیرن مخاطبتون اونا رو راحت تلفظ بکنه یا حتی راحت تر اونا رو تایپشون بکنه این اسما هم قشنگ خونده میشن هم قشنگ نوشته میشن مثل ترلو ترلو یه نرم نمازاره... تحت و مدیریت کارهاست که اسمشو گذاشتن ترلو مشابه نمونهش هم ایرانیش هم میتونیم به اسم اسنپ اشاره بکنیم این اسم ها اصلا مهم نیست که معنی داشته باشه یعنی. فقط حرفشون اینه که هم قشنگ خونده بشن هم قشنگ نوشته بشن که نمونه های هم میتونیم به اسم رولکس اشاره کنیم رولکس قشنگ خونده میشه قشنگ هم نوشته میشه حالا که دسته اسامی رو یاد گرفتیم بیایم بریم سراغ مرحله بعد و من میخوام یه کسب و کار را بندازم باید بدونم که کسب و کار من قرار در آینده چه احساسی رو به مخاطب القا بکنه چه ایده ای دارم این خیلی مهمه که قبل از اسم انتخاب کردنمون ما بعد بدونی که میخوای چه کاری انجام بدیم اینو هم باید در نظر داشته باشین که وقتی میخواین اسم انتخاب بکنین ایده رو باید داشته باشین و باید بدونی که چه احساسی رو میخواین به مخاطبتون منتقل بکنین و اینکه آینده نگری داشته باشین که آیا من بعدها میخوام چه کاری رو انجام بدم میخوام فقط تو همین حوزه فعالیت بکنم یا نه بعدا قراره مثلا خدمات بیشتری هم به کسب و کار من اضافه بشه یا نه پس اینا رو همون اول کار باید در نظر بگیریم خب جدا از بحث انواع اسامی و آینده نگری و ایده و احساس ما میرسیم به خود انتخاب اسم وقتی که یه اسم انتخاب میکنیم مردم این اسم رو صدا میزنن و وقتی که این اسم توی تیزرهای تبلیغاتیمون از این اسم استفاده میکنیم این اسم رو باید یه جور انتخاب بکنیم یه ریتم داشته باشه و بره توی ذهن طرف بمونه اینجاست که ما میایم از روانشناسی صدا برای انتخاب اسم استفاده میکنی. توی روانشناسی صدا ما تمام تلاشمون رو میکنیم که توی یک یا دو کلمه قصه کسب و کارمون رو به مخاطب منتقل بکنیم و دوم اینکه اسمی که انتخاب میکنیم باید جوری باشه که مخاطب ما برای حفظ کردنش هیچ تلاشی نکنه بدون اینکه بخواد حفظش بکنه بره تو ذهنش بمونه اما روانشناسی صدا چطور کار میکنه من برای اینکه روانشناسی صدا رو بهتر یاد بگیرین لینک دو تا ویدیو رو توی توضیحات همین ویدیو میذارم که, با... که بعد از این ویدیو بتونید بیشتر مطالعه کنید در موردش در مورد روانشناسی صدا باید بگم که اسم شما باید عین یه موزیک باشه عین یک شعر باشه که وقتی مخاطبت اونو میشنوه سری بتونه حفظش بکنه اسمای خوبی که الان توی ایران هست و یه مقدار دقت بکنین مثل اشی مشی خب این اسم یه ریتمی داره اشی مشی یا کوکا کولا این اسم خارجی کوکا کولا اینا باید یه ریتمی رو توی ذهن طرف به وجود بیارن هر اسمی که میخوای انتخاب بکنی ببین ریتم داره یا نه اگه ریتم نداره حفظ کردنش برای مخاطبت خیلی ممکنه سخت بشه اگه ریتمدار باشه این یه موزیک باشه این یه شعر باشه مخاطبت راحتتر میتونه اونو حفظش بکنه و تو دیگه لازم نیست هزار بار مثلا تبلیغ بکنی که اسمت راحتتر شنیده بشه دفعه بعد که بخواد وبسایت تو ببینه دوباره سرچ کنه تو گوگل همین که اسم تو بدونه راحتتر میتونه تایپ بکنه بیاد از خدماتت استفاده بکنه حالا در کنار همه این که شد ما میتونیم از طوفان فکری هم برای انتخاب اسم استفاده بکنیم میتونید چند تا از دوستاتون که تو اون فوزی که فعالیت می‌کنین آشنا هستن و به حال کار کردن و دعوت بکنین بعد ازشون بخوایم که 20 تا 30 تا اسم کوچیک که ریتم داشته باشن رو روی کاغذ بنویسن و بعدش مثلا یه ساعت دو ساعت در مورد اسم اسما صحبت صحبت بکنین. در کنار این من میخوام الان یه ابزاری به شما معرفی بکنم که توی انتخاب اسم میتونه خیلی به شما کمک بکنه اسم انتخاب کردن فقط اسم انتخاب کردن نیست شما باید یه چک بکنی ببین دامین دات کامش ثبت شده یا نه یا دامین دات ثبت شده یا نه پیج اینستا یوتیوب و توییترش قابل ثبت هستن یا نه اینا خیلی مهمن اگر شما میخوان یه فروشگاه اینترنتی را بندازین. من میخوام که یه اسم انتخاب بکنن و بهتون یاد بدم چطور اینو دامین دات کامش رو ثبت بکنیم من الان میخوام دو تا ابزار خوب برای انتخاب اسم معرفی بکنم و باش کار بکنم عملی پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو ادامه شو ببینید ابزار اولی که من اینجا استفاده میکنم قبل از اینکه بررسی بکنم ببینم مثلا دامین دات کام هست یا نیست این یه سایتی هست به اسم nameql.com که دیزاین بمبز اونو ساخته اینجا چه کار میکنه شما میان اینجا عضو میشین و بعدش میتونین اینجا یه کلمه کوچیک وارد برای مثال من میخوام یه وبسایت را بندازم که ویدیوهای کوتاه توش بذارم خب ویدیوهای کوتاه معمولا به چه اسم شناخته میشن یا کلیپ شناخته میشن خب؟ یا مثلا وید وید مخفف ویدیو من کلمه ای ویدیو اینجا می نویسم بعد این میاد دامین های کوتاه که یه مقدار ریتم دارن دامین دات کامشون هم قابل ثبت هست یا نیست رو میاد اینجا به من چک میکنه و نشون میده دقیقا همون چیزایی که تا الان توی ویدیو گفتم مثلا من اینجا کلمه ای وید رو وارد کردم اینجا گرو رو داره ولی grovid.com چی؟ ثبت شده است. اینجا روش کلیک بکنم میگه که حالا مثلا من اینجا grovid رو روش کلیک بکنم می‌نویسه چی؟ sorry grovid .com is not available for purchase ولی مثلا یک کلمه ای به اسم ovovit که باحاله هم ریت داره هم .com از قابل ثبت اینجا اویلیبل برای من من اینجا میتونم این کلیک بکنم روی این اینجا که بزنم باز اینو لیست رو رفرش میکنه کلمات جدید میاره باز میذارم جلو اگزیوید هم باحاله مثلا ببین اگزیوید خب اینجا اگزیوید اینجا اینجا سرچ بکنم پلی کنم خیلی قشنگ هم خونده میشه ببینید exhibit exhibit is available خب حالا مثلا من میخوام این exhibit رو دات رو ثبت بکنم ولی دامین دات کام همه اون چیزی نیست که ما میخوایم ما میخوایم که فیسبوک توییتر یوتیوب ببینیم توی همه اینا ثبت شده یا نه اینجاست که ما میایم از یه ابزار دیگه به اسم نیم چک استفاده میکنیم که ممکنه قبلا شنیده باشید این نیم چک وقتی شما بیانی اسمی رو وارد بکنین و سرچ بزنین میاد کل دامین دامیناش رو چک میکنه ببین اصلا دامین دات کام دات اینا قبلا ثبت شدن یا نه اگه سب سبز باشن خب این دامینا سبز باشن یعنی اینکه تا حالا کسی اینا رو ثبت سب... نکرده پس شما میتونه اینا رو ثبت بکنیم مثلا دات کام بزنم اینجا می اسم چند تا شرکت رو معرفی میکنه که ما نمیتونیم از اینا بخریم این پایین تر میاد همین اسم توی شبکه های اجتماعی چک میکنه مثلا فیسبوکش آزاده یوتیوبش آزاده تیک توکش آزاده توییتر و اینستاگرامش آزاد نیست اینجا من اینستاگرام حالا فکر میکنم اینستاگرامش اون صفحه که کسی که این اگزیبیت ثبت کرده باشه پاک شده و نیستش ولی توییترش یه نفر قبلا ثبت کرده بود و ساسپند شده اکانتش در رو تو با این باید بگم که شما این توییتر این ساگرام هم میتونید ثبتشون بکنید اگر شما یوتیوب رو بتونید فعال بکنید با فیسبوک به کمک فیسبوک شما میتونیم بیا این اینستاگرام رو بعدا بهش پیام بدین بگی آقا من وبسایت دارم به اسم exevi.com پیج فیسبوک دارم یوتیوب دارم ولی یه نفر قبلا مثلا اینستاگرام رو ثبتش کرده و برند من رو خراب کرده خب اینستاگرام میاد چک میکنه اگر مثلا exevi.com و فیسبوکش اوکی باشه لوگو داشته باشه سایت خوبی داشته باشی میاد آیدی exevi بهتون میده خب اون وقت چه کار میکنی؟ شما اینستا رو داری یوتیوب رو داری فیسبوک هم داری یه توییتر مونده اون وقت دوباره میای این چیکار میکنی؟ میای توییتر پیام میدی میگه آقا من برند اگزیوید مال منه خب حالا آیدی مثلا اگزیوید یه نفر اومده قبلا ثبتش کرده پس لطفا اینو به من بدین باز توییتر مثل این اینستاگرام میاد چک میکنه اگر اون شرایطی که بهتون میگه رو داشته باشین آیدی توییتر مثلا اگزیوید هم خیلی راحت میاد به شما میده اینجاست که شما میتونید یه اسم کوچیک ریتم دار که دامین دات و شبکه های اجتماعیش هم آزاده رو خیلی راحت ثبتش بکنی بدون اینکه نیاز باشه بری هزینه بکنی دامین دات کام بخری یا شبکه های اجتماعی خیلی راحت میتونی بیای یه اسم برند انتخاب بکنی که هم کوچیک قابل ثبت راحت و گوگل ثبت میشه ما میخوایم exhibit.com و مثلا ثبتش بکنیم چطور باید این کار انجام بدیم توی گوگل سرچ کنین خرید دامین وارد بشین اونجا توی سایت ها بشین و مثلا دامین .ir دا یا .com رو بخریم نمونهش اینجوریه که من الان میخوام انجام بدم شما میتونیم بیاین اینجا از بخش ثبت دامین ثبت دامین عمومی پسفند های دامین ها رو ببینیم بعد مثلا اگزیوید رو تایپ کنید اگزیوید رو می سرچ می‌کنم بعد این میاد چک میکنه دامین های دات و دات رو یه نگاه میندازه ببینه قابل ثبت هستن یا نه اینجا هم لیست قیمت هاست خب اگزیوید هو رو آزاده میتونین روی گزینه همین حالا ثبت کنید کلیک کنید. و این نکته رو هم بگم وقتی شما دامین .com رو ثبت میکنی سعی کنین حتما دامین دات آی آرش هم ثبت کنین دامین دات 5 سالش مثلا شاید بشه 50 هزار تومان ولی خب دیگه ارزش داره میدونی که کسی تو ایران دات رو هم دیگه ثبت نمیکنه خب من اینجا دامین دات کام اضافه کردم یک ساله تا ده سال تا 10 سال میتونم من اینو ثبتش بکنم یک سال مثلا 219 هزار تومان اینجا من میتونم یه چیز دیگه هم ثبت بکنم دیگه exhibit دات آی آر آی آر وقتی میخوای برند داشته باشی دیگه باید آبی مثلا پنج سالش نهایت میشه چقدر پونزه هزار تومن این باز افزودن به سبت میزنیم میاییم و بعد از اینکه اینا رو اضافه کردیم اگر کد تخفیف هم داشته باشین که من یکی توی همین توضیحات ویدیو میذارم میتونین استفاده بکنین پرداختتون رو نهایی میکنین و اینجاست که برای دامین های .ir باید توی سایت ایرانیک دات آی آر باید عوض بشین من نیک دات آی آر رو اینجا بنویسم دامین های دات آی آر رو شما باید توی سایت نیک دات آی آر اوز بشین مدارکتون رو اینجا آپلود بکنین تا بتونین یه دامین آر ثبت بکنین اگر همچین کاری رو انجام ندین دامینتون تایید نمیشه مگر اینکه از ایران سرور بخواین که خودش اون دامین رو به اسم خودش تایید بکنه که فکر نمیکنم الان دیگه همچین کاری رو انجام بدن ولی باز میتونید ازشون ده همچین درخواستی رو داشته باشین شما برای ثبت دامین داتار باید حتما توی ایرانیک عضو بشین حالا اگر اینو نخواین میتونین همون دات کام رو ثبتش بکنین اینجا یه قسمتی از به اسم تنظیم دی ایس که مربوط به هاست میشه که توی ویدیوهای بعدی من بهتون یاد میدم چطوری هاست خوب و مناسب که قیمت خوبی هم داشته باشه بخرین فعلا تغییری نمیدیم و ادامه میزنیم اینجا ما پرداخت نهایی میزنیم بعد اینجا ش... بعد اینجا اطلاعات تماس شما رو میخواد که باز ثبت میکنین وارد میکنی همشو و بعدش ثبت سفارش و در نهایت اینجا یه فاکتور صادر میکنه و ازتون میخواد که پرداخت بکنید خیلی خوب این بود از مراحل انتخاب اسم و روانشناسی اسم و در نهایت بررسی اون اسمی که میخواستیم انتخاب بکنیم و ثبت دامین دات کام و شبکه های اجتماعیش امیدوارم مطالبی که تو این ویدیو گفتم واسهتون مفید بوده باشه اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایکش چون این مجموعه ویدیوهای ساخت کسب و کار همچنان ادامه داره تا زمانی که افراد مبتدی هم بتونن واسه خودشون وبسایت را بندازن و فروشگاه اینترنتی داشته باشن و, و آنلاین بتونن محصول بفروشن ممنون میشم اگر توی بخش کامنت ها نظرتون رو در مورد این ویدیوها بگین تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار